فشارها کماکان ادامه داره، برای برخی به قیمت جانشون تموم میشه و برای برخی دیگه حکم بازداشت و همونطور که گفتید جریمه نقدی. با خبر تایید حکم اعدام یکی از این شهروندان آغاز کنم. میلاد زهروند، دیوان عالی جمهوری اسلامی در ایران حکم اعدام میلاد زهروند، جوان معترض 22 ساله را به اتهام کشتن یک عضو سپاه پاسداران تایید کرد. گروه حقوقی دادبان گزارشی منتشر کرد و در این باره نوشته که میلاد زهروند در طی دوران بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در طی زمانی که او بازداشت شد، خانواده او شدیداً تحت فشار بودند که در مورد او اطلاع رسانی نکنند. در این گزارش تاکید شده که برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده میلاد زهروند خیلی شتاب زده بوده و کمتر از 3 ماه حکم اعدام برای او صادر شده. خیلی عجله کردن در مورد این حکم و گفتن که حکمی که در واقع پرونده‌ای که در مورد اون فردی که کشته شده، یعنی به نام آقای علی نظری که عضو سپاه پاسداران بوده، در این روایت 3 روایت مختلف و متفاوت از سوی جمهوری اسلامی در مورد او مطرح شده. به هر حال اعدام‌های شتاب زده از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که به تازگی هم برادر روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در اظهار نظری که همه هفته پیش بود مطرح میکنه که در پرونده برادرش به تعبیر او در واقع 2 نفر آدم بی خانواده را اعدام میکنند، کنایه و اشاره داره به محمد مهدی کرمی و محمد حسینیان. محمد حسینی یعنی اشاره داره میکنه که فقط 2 نفر را آوردن اعدام کردن که بتونن پرونده رو به یک جای برسن. خبر دیگه مربوط به خانواده‌ای که عزیزانشون رو در یک سال گذشته از دست دادن، شهروندان معترضی که توسط نیروهای حکومتی کشته شدن. از جمله اونها اشاره بکنم به زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو که در آستانه سالگرد برادرش از تهران به ایزه باز میگرده و شامگاه شب گذشته دوشنبه شب در منظرش توسط نیروهای حکومتی بازداشت میشه. اشاره کنیم که این 3 باره که در 9 ماه اخیر خانم زهرا سعیدیانجو از سوی نیروهای حکومتی بازداشت میشه. خبر دیگر باز هم مربوط به خانواده های دادخواست آرمین رستمی، برادر آیدا رستمی پزشک که شهرک اکباتان از سوی دادگاه انقلاب گرگان به اتهام تبلیغ علیه نظام به جریمه نقدی 15 میلیون تومانی محکوم شدن. گروه حقوقی دادبان در این ارتباط نیز نوشتن که صدور این حکم علیه برادر آیدا رستمی در حالی که او عملا هیچ فعلی که مصداق اقدام و تبلیغ علیه نظام محسوب بشه مرتکب نشده و فقط صرفا در مورد خواهرش اطلاع رسانی کرده و دادخواه خواهرش بوده. از دیگر برخوردها کوتاه اشاره کنم به نیلوفر آقایی از آسیب دیدگان چشم در جریان جنبش زن زندگی آزادی که با انتشار یک در واقع در صفحه اینستاگرام ایشون عکسی منتشر شده که نوشته شده که این صفحه به دستور قوه قضاییه مسدود میباشد. هیچ توضیح بیشتری هم داده نشده. و خبر پایانی، مهدی کلایی استادیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه فردوسی هم در یک پست اشاره کرده که اخراج شدن، آن هم به دلیل شرکت و همراهی با دانشجویان در جریان اعتراضات 1401.